ready for the next battle. New challenger! کشتی کچکاری که حرف نمیزنه ولی مثل یه جگوار قرش میکنه و با قدرت و ابهت و البته داستان الهام بخشش به یکی از محبوب ترین های دنیای بازی های تکن تبدیل شده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما ایم با 15 فکت جالب درباره شخصیت کینگ از سری بازی های تکن. لقب کینگ بیشتر از اینکه مال یه نفر باشه، لقبیه که بین دو شخصیت در طول این سری بازی‌ها رد و بدل شده. اولین کینگ که تو اولین نسخه بازی معرفی شد، یه بچه بی سرپرست خیابونی بود. اون عاشق دعواهای خیابونی، بزن بزن و درگیری بود. اما یه بار بعد از یه دعوا که تقریبا باعث مرگ شد، به طور اتفاقی به یه خونه رسید و اونجا زخماشو بستن و ازش مراقبت کردن. بعد از اینکه حالش خوب شد، فهمید مسیر زندگیش اشتباه بوده و کلاً کارهای اشتباه زیادی انجام داده. تصمیم گرفت یه پرورشگاه بسازه تا به بچه‌ها کمک کنه که مسیر اشتباهی که اون تو جوونی رفته رو طی نکنن. ولی ساختن یه پرورشگاه یه کار پرخرج بود و کینگ برای اینکه پول جمع کنه تصمیم گرفت تو مسابقات کشتی کج شرکت کنه. واسه اینکه کسی نشناستش یه ماسک جگوار میذاشت. تو اوایل شرکتش تو مسابقات کشتی کج اون با شخص دیگه‌ای به نام آرمر کینگ که اونم یه کشتیگیر دیگه با ماسک جگوار بود روبرو شد و در واقع یه رقیب جدی براش پیدا شد. هدف کینگ برای جمع کردن پول کافی برای ساخت پرورشگاه باعث شد که تو اولین دوره تورنمنتی به نام پادشاه مشت آهنین شرکت کنه. کینگ به امید اینکه برنده بشه و جایزه رو بگیره وارد تورنمنت شد و اونجا دوباره با آرمر کینگ روبرو شد. کینگ برنده این مبارزه شد و از اون به بعد رقابتشون نه تنها تبدیل به احترام متقابل شد، بلکه به یه دوستی واقعی هم تبدیل شد. کینگ موفق شد مقام سوم رو تو اون مسابقات کسب کنه و پول کافی برای راه انداختن پرورشگاهش رو به دست آورد. مدتی گذشت، زندگی کینگ آروم و طبق برنامه پیش میرفت، اما سرانجام اوضاع براش تیره و تار شد. یکی از بچه‌هایی که ازش مراقبت میکرد به طور غم‌انگیزی از دنیا رفت. بعد از اون کینگ به الکل رو آورد و دوباره به زندگی خیابونی برگشت. با این حال آرمر کینگ که حالا یکی از نزدیکترین دوستاش بود، باعث شد دوباره به مسیر درست برگرده. با کمک اون تصمیم گرفت که بهبود پیدا کنه، تمرین کنه و توی دومین تورنمنت پادشاه مشت آهنین شرکت کنه. داستان بازی‌های تکن یه چرخش وحشتناک می‌خوره. نیروهای تکن باعث بیدار شدن اوگر، مبارز هیولا صفت میشن و اون شروع می‌کنه به کشتن بهترین مبارزان رزمی سراسر دنیا. کینگ هم یکی از قربانی‌های اوگر میشه و به دستش کشته میشه. ولی داستان کینگ اینجا تموم نمیشه. یه مبارز دیگه بعد از کینگ نقاب جگوار رو برمی‌داره و جانشینش میشه. کینگ دوم یه یتیم مکزیکی زیر نظر کینگ قبلی بوده و موقع مرگ کینگ قبلی 24 ساله بوده. از اینجا به بعد به این کینگ جدید کینگ دو و به کینگ قبلی کینگ یک میگیم. کینگ دو میفهمه که بدون کینگ یک پرورشگاه حسابی تو دردسر میفته، واسه همین تصمیم میگیره همون نقاب جگوار رو برداره و تو مسابقات کشتی کج شرکت کنه. اما کینگ دو به گرد پای مهارت‌های کینگ یک هم نمیرسه و تو اکثر مسابقات عملکرد افتضاحی داره. اینجاست که با آرمر کینگ برخورد میکنه. آرمر کینگ تصمیم میگیره شاگرد دوست قدیمیش رو تمرین بده، هم واسه اینکه بتونه از پرورشگاه مراقبت کنه، همین که بتونه یه روزی انتقام کینگ یک رو بگیره. کینگ دو 4 سال بعد از تمرین با آرمر کینگ تو سومین تورنمنت مشت آهنین شرکت میکنه. حالا دیگه یه مبارز کامل و سرسخته که تنها هدفش مبارزه و شکست اوگره. البته اوزا اونطور که فکر میکرد پیش نمیره. کینگ دو تو تورنمنت شکست میخوره و بعدش میفهمه که آرمر کینگ در جریان یه دعوا تو باری در آریزونای آمریکا کشته شده. مسئول این قتل شخصی به نام کریگ مارداک بوده و حالا به 10 سال زندان محکوم شده. کینگ دو با پولی که در این سالها از مسابقات به دست آورده بوده به مقامات رشوه میده تا مارداک رو زودتر آزاد کنن. مارداک بعد از آزادی نامه‌ای دریافت میکنه که بهش میگه تو تورنمنت بعدی پادشاه مشت آهنین شرکت کنه. تو همون تورنمنت کینگ دو و مارداک با هم روبرو میشن و کینگ دو برنده میشه. مارداک به قدری آسیب میبینه که به بیمارستان منتقل میشه. کینگ دو واسه اینکه کار رو تموم کنه به اتاق بیمارستان مارداک میره، اما وقتی عکس مارداک رو با پدر و مادر پیرش میبینه، پوچی انتقام جویی بهش ثابت میشه. در نهایت کینگ دو تصمیم میگیره جون کسی که آرمر کینگ رو کشته نگیره و از جون مارداک میگذره.
مارداک به خاطر باخت به کینگ دو حسابی تحقیر شده بود، برای همین اون کینگ دو رو دوباره به مبارزه دعوت کرد، اونم توی برنامه تلویزیونی که به صورت زنده پخش میشد. کینگ دو هم این چالش رو قبول کرد و در طی پنجمین تورنمنت پادشاه مشت آهنین دوباره با مارداک مبارزه کرد و اونو شکست داد. اما این بار هر دو خیلی بالغانه رفتار کردند و با احترام دست هم رو به نشونه احترام فشردند. اما در ادامه اتفاق عجیبی افتاد. مارداک توسط مردی مورد حمله قرار گرفت که ماسک و تمام لباسهای آرمر کینگ رو پوشیده بود. مارداک و کینگ دو برای اینکه بیشتر در مورد هویت این آدم مرموز و ارتباطش با آرمر کینگ قبلی بدونن، تصمیم گرفتن تو ششمین تورنمنت پادشاه مشت آهنین شرکت کنن. با این حال کینگ دو تونست این راز رو حل کنه. اون فهمید که آرمر کینگ جدید برادر کوچکتر آرمر کینگ قبلیه. همون جور که کینگ دو زمانی جایگزین کینگ یک شد تا انتقام مرگش رو بگیره، این آرمر کینگ جدید هم ماسک جگوار برادرش رو به سر کرده تا قاتل برادرش که البته کسی نیست جز مارداک رو پیدا کنه. از اینجا به بعد به این آرمر کینگ جدید آرمر کینگ دو و به آرمر کینگ قبلی آرمر کینگ یک میگیم. جای تعجب نداره که همه چیز با یه مبارزه انتقام جویانه بین مارداک و آرمر کینگ دو به اوج خودش رسید. اما هیچ کدوم از اونا برنده نشدن و هر دو به شدت آسیب دیدن و تو بیمارستان بستری شدن. حالا کینگ دو دوباره به یه منبع مالی درست و حسابی احتیاج داشت، نه فقط برای اداره کردن یتیم خونه، بلکه برای اینکه مطمئن بشه مارداک و آرمر کینگ دو به خوبی و به سرعت بهبود پیدا کنن. بعد از مدتی هر دوی اونا تو بیمارستان به هوش اومدن و کینگ دو تونست قانعشون کنه که به جون هم نیفتند و به جاش با هم تو یه مبارزه منصفانه شرکت کنن. مارداک یه چالش شرطی به آرمر کینگ دو پیشنهاد داد و اونم قبولش کرد. شرط این بود که اگه آرمر کینگ دو برنده بشه، مارداک بازنشسته میشه، ولی اگه مارداک برنده بشه، آرمر کینگ دو باید ماسک و اسمش رو کنار بذاره. تو بازی تکن 8 کازویا میشیما میزبان تورنمنت بعدی ماهیت شیطانی خودش رو نشون میده و برگزاری تورنمنت پادشاه مشت آهنین 8 رو اعلام میکنه. بعد از اینکه کینگ دو از نقشه های شیطانی کازویا باخبر میشه، به جین کازاما ملحق میشه. بعدن کینگ و مبارزای دیگه به بازسازی منهتن بعد از خلاص شدن از ظلم شرکت جی کمک میکنن. در پایان تکن 8 کینگ دو تو مرحله 1/4 نهایی با یه بوکسر انگلیسی به اسم استیو فاکس مبارزه میکنه. کینگ اصلا حرف نمیزنه و به جای حرف زدن مثل یه جگوار قرش میکنه. تو بازی تکن 7 یکی از پوشش های کینگ دو با الهام از پوشش کشتی کچکار ژاپنی کازوکیچا اوکادا با لقب رین میکر طراحی شده. کینگ از دو شخصیت واقعی الهام گرفته شده، ساتورو سایاما معروف به تایگر ماسک یه کشتی کچکار حرفه‌ای ژاپنی و فراید تورمنتا یه کشتی کچکار مکزیکی و کشیش کاتولیک که برای حمایت از یه یتیمخونه نقاب به چهره میزد و تو مسابقات شرکت میکرد. James, honey, did something happen to you? Are you confusing me with someone else? I'm not your Mary. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با 20 فکت جالب درباره بازی سایلنت هیل 2. با اینکه به طور رسمی تایید نشده، ولی میشه حدس زد که طراحی لباس و ظاهر ماریا تو بازی سایلنت هیل